کن اینجا آیتم کدومه؟ اینه خاکستری هست. اینا چی هن توش؟ سیکشن هایی هستن که فرزندانش هست. اگه میخواستیم کنار هم دیگه اینا چیده بشن، یکه دو سه چهارش کار میکرده. من گفتم که اول این 100% نشو، مثلا بشه 25%. خب ببینید پدیمدی هم نداره. اوکی مثلا برگردم بگم چی دیسپلیتون بشه یه دو اینش. حالا جا نمیگیره به خاطر چیه؟ یه مارجین لفت داره. 25% نذاره بزنش مثلا که بیان قرار کنم هم دیگه. خب این الان 23% هستش. همین کاری که میخوام بکنم الان فلکس میخوام انجام بدم. نکن فقط چیزی که هستش ببین. ببینید چون درصد گذاشتم میاد با توجه به اینکه عوض میشه میاد چی میشه؟ کم و زیاد میشه. خب حالا من اومدم اینجا گفتم اخ ویدست بشه 33%، مثلا بیا دیسپلی بشه این لاین بلاک، اینا رو همه رو به فرزند دادم. حالا فلکس چیکار میکنه؟ فلکس در واقع میاد روی اینم 100% میشه. فلکس پدره. پدر شما میتونی برگردی بهش بگی برگردی که دیسپلیت بشه فلکس و یک سری فرزند. حواست باشه کجا میای فلکس رو میدی دیسپلی. وقتی یه سری فرزند داری که کنار هم میاد قرار میگیرن، مثل یو ال ال، مثلا به یو ال میای میدی دیسپلی فلکس، ال ال میاد کنار هم بیشتر موقع اونجاست. یا اینجا مثلا یه سری یه پدری داری مثلا به نام آیتم، کلی سکشن داره که شبیه هم دیگه است. اینا حالا اومدم به این دادم دیسپلی فلکس. خب میام اینجا میزنم اینا، ببینید اینجوری کنار هم دیگه قرار میگیرن. نه به درصد من گوش دادم، این اصلا عملا توی درصد داره بذاری نداری از توفیری دار نه که نداشته باشه دار. خب ولی در واقع اینجا چیزی که برای من هستش، حالا من ویدسش رو بیام بذاریم بهتون میگم چرا داره. یه تیسیس تست رو هم اینجا قرار میدم. آره داره که واقعا نداره. شما الان ویدس این مگه چیز من به ویدس دادم اوتو ادیتش با توجه به دیتا میاد کم و زیاد میشه. حالا اینجا مثلا باش که رنگ هاشون رو عوض میکنه، خیلی سی اس اس شما طول میکشه. بذاری همه رو بهشون دیسیس تست رو بدم. آه همه شون میاد اینجا ای. آها به این شکل اومده قرار گرفت. حالا تو بیا این رو کم و زیادش بکن. ببین با توجه به می‌بینی خودش ریسپانسیوه، اینا جا نمیشن دیگه، میندازدشون پایین. خب ولی خب اینجا چیزی که هستش من به این ویتس ندادم با توجه به چون ویتسش اوتو در نظر گرفته، با توجه به دیتایی که داخلش ریخته میشه میاد رشد میکنه. و حالا بک‌گراندش هم اینه، تکسرانش هم سنتره، مثلا فونت سایزش هم 30 پیکسل شد. حالا کار نداره، فقط نگاه کن به صورت بای دیفالت اینا الان دیسپلی کردیم فلکس. یه دستور دیگه داره به نام دیسپلی ببخشید فلکس دایرکشن. به صورت بای دیفالت تا وقتی شما میای دیسپلی رو فلکس می‌کنی، تمام عناصر داخلت میان کنار هم دیگه ردیفی قرار میگیرن. خب چیا رو به صورت بای دیفالت فلکس دایرکشنش رو که همینی که دارید می‌بینید. خب حالا اگه من بخوام اینجوری دست منو برمیگردم میگم کالم شو، کالم چیه؟ همون به حالت قبل فرض میام اینجا میذارم اینجا به این شکل فرض. خب حالا خوبش چیه؟ ریسپانسیوه، کاری نداره. تو ویتس به این داده باشه ویتس نداده باشه، یه پدینگ من به دور این داده اومده ویتسش در واقع کاملا ریسپانسیو. خب مقدار بعدی کالم روز ریورس براش معکوس شد از آخر آوردم اول، خیلی هم خوبه. مقدار بعدی رو ریورس فارسی، شما سایت فارسی بخواید طراحی بکنی نیازی بعدا میبینی بوت استرپ آر تی ال نداری. میرم برمی دارم بوت استرپ آر تی ال رو میام به سایتشون اضافه میکنم، فکر میکنم سایتشون فارسی میشه. در صورتی که شما فلکس رو بلد باشی خودت با چهار تا دستور فارسیش بکنی. این رو ریورس فارسیه. خب به این شکل. حالا من ببین ویتس ندادم که چیکار کنم. میتونید بیاید اینجا ویتس اعمال بکنید. ببینید ویتس میگیره، مثلا من برمیگردم میگم 200 پیکسل 200 پیکسل شد، مارجین رایت هم میدم چون دیگه چیز دیگه. حالا مثلا چی میگم مثلا فارسی تو حالته، دقت بکن تو حالته که اینجا داریم میذاریم فلکس دایرکشن، یه چیز دیگه داره به نام فلکس در واقع مقدار رپ. خب
این فلکس رپ به صورت بای دیفال نو رپ. خب این نو رپ یعنی چی؟ نشکن. نشکن یعنی چی؟ رپ یعنی شکستن، نو رپ یعنی نشکن. این یعنی چی؟ نگاه کن اینجا اگه من بیام یه دونه دیگه قرار بدم، میاد یه دونه دیگه اینجا قرار میگیره. درسته؟ یه دونه دیگه قرار بدم، میاد یه دونه دیگه قرار میگیره، دیگه به بیتس من 220 پیکسل گوش نمیده. چرا؟ چون میخوام کنار هم دیگه قرار بگیرم، نو رپ نشکن. کنار هم دیگه قرار بگیره. هر جوری هست. بیا اینجا. بیا اینجا دوباره بزن 3 4. همینجوری کنار هم دیگه قرار میگیرن و افتضاحه. ما توی طراحیامون آیا مثلا دنبال چه مدل میگردیم؟ مثلا طراحیامون به چه صورت باشه؟ حالا منومون میخوای اگه این بیشتر برای ساخت منو استفاده بشه. ببین تو حالت منو که بخوای استفاده بکنی، حالا بری تو فیلم ها ببینیم، من اومدم از نورب استفاده کردم و گفتم حالا مثلا منوها میدونم چیه، مقدار ثابتی. حالا من اومدم فکر کنم تو اون اولیه که اومدم حل کردم، دومی هم اومدم حل کردم، اومدم از نورب استفاده کردم. چرا؟ چون گفتم منوم نیاد بیافتن زیر هم دیگه. خب خیلی زشته منو مثلا 4 تا جا بشه، اون بالای 5 تا جا بشه، بعد بشکنه بیاد از زیر شروع کنه انجام شه. نه، اونو من چیکار بکنم؟ اولا که مدیا کولر، یعنی تو تمام سایزا بعد یه جوری بچینش این درست بشه. اینجا شما باید بیاد مثلا این فونت اینو کوچیک‌تر بکنید، ویدثشو بعد سایزای دیگه کوچیک‌ترش بکنید، اون دیگه مدیا کولریه. و چیزی که دیگه که هستش اینی که این میتونی در واقع یه راه داشته باشه در فرار کردنش قسمت نو چیز میشه، در واقع فلکستون رو از بیای نو رپ استفاده بکنید. خب در واقع از رپ استفاده بکنید، بیار درصد بدید، حالا بعدا در موردش صحبت بکنید. حالا من همین جوری اگر بیام این رو، حالا اینکه اچ مان که چیز جالبی نیست، مثلا میشه این مثلا اچ 4 4 4 اینم کن اینجا کنترل رو بگیرید همراه با آلت، نه آلت رو بگیرید اگه اشتباه ندارم، اینجوری آلت رو دونه دونه اینجا کنارش کلیک بکنید، اینجوری میتونید یه دونه کم کنید، یه دونه بزنید، 4 بزنید، اینجوری تمام شد. یاد انتهاش تشکیل این هم اصلا قابلیت زیاد داره، من نمیخوام نیستش زیاد، همه چیز جالبی هم نیست. اینی که آلت رو بگیرید میخوای یه گروهی رو تغییر بده به این شکل میشه. گرچه یه شورتکی هم داره، یه شورتکی میزنه، من دیگه یادم رفت شورتکی شو، بس سرچ کنم میزنی حالا مثلا چقدر خوب شد. اما آلت رو میگیری نمیصرفه، اینو بکنیم H6 و بشه. خب حالا اینه اومدن اینجا کنار هم دیگه به این صورت قرار میگه، این دیگه میافته بیرون ها، این دیگه جا نمیشه، ناختنش بیرون. چی؟ هیت بهش دادم، مثلا هیت رو قرار ندیم براش اوتو میشه هیتش؟ آره هیتش مثلا به این شکل دیگه، هیتش اوتوه دیگه. نه نه خب اون که آره، اون که بحثی نیست، نه هیت داده بودم که حالا چیزی داشته باشم، حالا بحثی هیتش رو نگفت، هیتش آره خب اوتو بدید که مشخصه نمیده، ولی هیت داده بودم که ببینید مثلا به این شکل هستش. ولی خب آها اینو آره 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 اون که درست، حالا نه من هیت داده بودم، حالا تا همینجوری داریم سمپل دیگه، مثال داره مثال هم. اینجا ویتس مثلا من دادم 200، مثلا میتونستم بدم 300، ولی دیگه ببینید تغییری نداره. چرا؟ چون تعدادت بالاست خب و تغییر نمیتونیم مثلا اعمال بشه. حالا اگر بیادیم بشه رپ بشکن سه تا 300 پیکسل جاشو اون بقیه نشد شکست پایین، اینا همینطور شکست پایین. این پس بحث رپ و نو رپ، ریورس و رو ریورس و رو و رو ریورس و کالم رو کالم ریورس رو که فهمیدیم چی. خب اون که هیچ، یعنی شما یه دفعه منو رو میخواید هوریزونتال باشه، میخواید بری از سایز 720 به پایین، اگه دقت بکنید مثلا من توی پروژم این کارو کردم، آب خوردن چیکارش میکنم، میام ماهیت رو عوض میکنم.
ما هم تو دستور ساده. آره نها اینجا مثلا چیه؟ حالت رو ریورس میبینی؟ ماهیت عوض شد. چرا؟ دیسپلش در واقع تو فاصله که بردم فلکس دایرکشن رو عوض کردم که الان کالم ریورس چیز کالم ریورس به این شکل. یعنی شما میتونید این رو بیای عوضش رو. خب این که مشخص رپ هم که دیگه مشخص شد. الان واقعا میتونم به این چیز بدم، اصلا لزومی نداره تو نتونی به این چیز بدی مقدار بدی. من میخوام به این مقدار بدم، مثلا برگردم بگم تو بشو 50% اصلا خب، و تو سایزهای مختلف 350% بیاد این شکلی بشه. حالا میبینی جانبشه به خاطر مارجین رایت سر میشه 49%. خیلی من چسب یه مارجین رایت بدیم سبب داره یه پیکسل یه مارجین باطم هم بدیم. حالا همینجور مارجین رو باید بدید واقعا تو چیزا در واقع تو وقتی که دارید پیاده سازی میکنید که اینا الان از هم دیگه جدا. آره خوبیش میدونی چیه؟ خوبیش اینه که من از نورب دارم استفاده میکنم و ریسپانسیو هم هست درصد کدومش بیشتر استفاده میشه ببین. بعد قاعده ها رو خودتون کم کم به دست بیارید. من اگه بخوام مثلا نیوز بذارم، چهار تا نیوز بذارم کنار هم دیگه بهترین حالت چیه؟ بذارم تو فیلم من